سرخط خبرها، یک عضو طالبان در کابل جوان را به دنبال برات گرفتن از قتل برادرش تیرباران کرد. ماین‌گذاری ساعات مرزی، یک پناهجوی افغان در پی انفجار ماین جاسوسی شده در ایران جان باخت. بازداشت اعضای حزب تحریر در ولایات، هواداران آن در کابل با اجازه طالبان گردهمایی عمومی برگزار کردند. و آخرین میکروب افغانستان برای همیش از روی زمین حذف شد. مشروع خبرها. منابع در کابل میگویند که اللامیر عضو ارشد استخبارات طالبان یک جوان را که به اتهام قتل برادر وی زندانی و سپس از سوی دادگاه این گروه بیگناه ثابت شده بود در ولسوالی پغمان این ولایت تیرباران کرده است. یک منبع به شرط افشا نشدن هویتش به روزنامه 8 صبح گفت که این فرد منصور نام داشت و حدود یک سال پیش بازداشت شده بود. او در روز پیش از سوی دادگاه این گروه برائت گرفت و از زندان آزاد شد. منبع افزود که عضو طالبان این جوان را روز گذشته در روستای سمبوچک پغمان با شلیک گلوله به قتل رسانده است. بر اساس اظهارات منبع، علامیر در شکنجه کردن این جوان در زندان نیز نقش داشته است. منبع تاکید کرد که برادر این عضو استخبارات طالبان 3 سال پیش از سوی تفنگداران ناشناس در روستای علبلی این ولسوالی به قتل رسیده بود. با گفته او منصور صنف 12 مکتب بود و در قتل برادر این عضو طالبان دست نداشت. طالبان تا اکنون در این مورد چیزی نگفته است. گفتنی است که پیش از این نیز گزارش‌های از قتل شهروندان کشور از سوی جنگجویان طالبان منتشر شده بود. ماین‌گذاری ساعات مرزی، یک پناهجوی افغان در پی انفجار ماین جاسوسی شده در ایران جان باخت. منابع محلی میگویند که در پی وقوع انفجار ماین جاسوسی شده در ایران یک افغان جان باخته و 4 شهروند دیگر کشور زخمی شده است. منابع میگویند که این رویداد در سایه کلگان ولسوالی سیستان و بلوچستان ایران رخ داده است. با گفته منابع، این پناهجویان افغان هنگامی که میخواستند با پای پیاده به گونه قاچاقی به ایران بروند با ماین جاسوسی شده از قبل برخورد کردند. پیش از این منابع معتبر تایید کرده بودند که ایران نوارهای مرزیش را به خاطر جلوگیری از ورود پناهجویان به گونه غیرقانونی ماین‌گذاری کرده است. بازداشت اعضای حزب التحریر در ولایات، هواداران آن در کابل با اجازه طالبان گردهمایی عمومی برگزار کردند. در حالی که ته سال جاری دست کم 81 عضو حزب تحریر در 3 ولایت کشور توسط طالبان بازداشت شدند، منابع میگویند که این گروه اجازه برگزاری گردهمایی عمومی این حزب را در کابل داده است. با گفته منابع، این گردهمایی علنی بود و با اجازه طالبان برگزار شد. این در حالی است که در جریان یک سال گذشته طالبان 81 تن را از ولایت تخار و غزنی و بدخشان به دلیل عضویت در حزب التحریر بازداشت کرده است. یک طالب در بدخشان به دلیل استفاده از دوای نشاور جان باخته و 2 طالب دیگر مسموم شدند. منابع محلی در شفاخانه ولایتی بدخشان میگویند که یک جنگجوی طالبان در این ولایت به دلیل استفاده از دوای نشاور جان باخته و 2 طالب دیگر نیز مسموم شدند. منابع معتبر میگویند که جنگجویان طالبان شب گذشته در یک مجلس خودمانی در روستای ربابی ولسوالی شهر بزرگ بدخشان دچار مسمومیت شدند. با گفته منابع، این طالبان در فرماندهی توله حفظ مراقبت کندک حمایتی فرقه 290 عمر سالس در بدخشان وظیفه داشته است. فرد جان باخته مشتبه حمزه نام داشت و در اثر استفاده از تابلتگر جان باخته است. از سوی دیگر منابع افزودند که وضعیت صحی دو جنگجوی دیگر این گروه وخیم بوده و اکنون در شفاخانه ولایتی بدخشان بستر هستند. مقامهای ملی طالبان در بدخشان به گونه رسمی در این زمینه چیزی نگفتند. گفتنی است که در ماه عقرب سال روان نیز مولوی علی محمد سیرت، مدیر امنیت داخلی فرماندهی پلیس طالبان در تخار، با گونه غیر معمول پس از مصرف دواهای تقویت جنسی جان باخته بود. تعامل منطقه‌ای در بستر تروریسم. کشورها در حال حاضر به تعامل موقتی و کژدار و مزیر خود با طالبان ادامه میدن تا منافع کوتاه‌مدتشان را تامین کنند، اما در عین حال با نگرانی نسبت به رشد تروریسم و افرادگرایی و صدور اندیشه‌ها و ایدئولوژی‌های افرادگرایانه از افغانستان به منطقه نگاه میکنند. روزنامه پاکستانی اکسپرس تریبیون گزارش داده است که نمایندگان این کشور، ایران، چین و روسیه در جریان نشست ابتکار منطقه‌ای افغانستان اعتراض مشترک را درباره فعالیت‌های گروه‌های تروریستی مختلف در افغانستان به طالبان سپردند.
این چهار کشور در اعتراض خود گفته بودند که فعالیت‌های گروه‌های مختلف هراس افغان در افغانستان به اندازه کافی کنترل نشده است. منبعی که با این روزنامه پاکستانی صحبت کرده گفته که طالبان هوشمندانه یک کنفرانس منطقه‌ای ترتیب دادند و از دیگران برای مقابله با این موضوع دعوت کردند. همان گونه که در گزارش روزنامه پاکستانی مورد اشاره قرار گرفته، طالبان به درخواست چهار کشور یاد شده پاسخ اطمینان بخش نداده و با تردستی از آنها خواستند که در این زمینه با آنان کمک کنند و از این طریق بار مسئولیت را از دوش خود برداشته و مقابله با تروریسم را یک مسئولیت منطقه‌ای تعریف کردند. با این وصف این گزارش یک بار دیگر تایید میکند که حتی کشورهایی که با طالبان نزدیکترین تعامل را نیز دارند نگران رشد تروریسم و شیوع آن از افغانستان به کشورهای همسایه و منطقه هستند. با بیان سریع‌تر همان گونه که در گزارش اخیر گروه بین‌المللی بحران در افغانستان آمده بود، نگاه اغلب کشورهایی که با طالبان تعامل دارند به این تعامل موقتی است و هدف آنها کنترل نظارت بر عملکرد طالبان، تلاش برای انتقال مستقیم نگرانی‌های خود به آنان و تامین منافع مدت خود با حفظ نگرانی‌های عمیق ریشه‌ایشان درباره رشد تروریسم در افغانستان و تأثیر آن بر امنیت ملی کشورهاست. شاید بهترین نمونه در این زمینه چین باشد، کشوری که به شدت از فعالیت‌های نامن کننده جنبش اسلامی ترکستان شرقی نگران است و می‌داند که این جنبش روابط نزدیک و پیچیده با طالبان دارد و در سال‌های گذشته در بخش‌های شمال شرقی افغانستان به شدت فعال بوده است. چینی ها در این حال نزدیکترین روابط را با طالبان برقرار کردند و چین نخستین کشور بود که سفیر رسمی طالبان را پذیرفت و سفارت افغانستان در پکن را به طور کامل در اختیار طالبان گذاشت. مراودات، تعاملات و عزادبانهای چین با طالبان روز به روز گسترش می‌یابد و شرکت‌های چینی به طور مستمر با مقام‌های طالبان دیدار می‌کنند و با استقبال از پیشنهادهای وسوسه‌انگیز و سخاوتمندانه طالبان در زمینه سرمایه‌گذاری بر استخراج معدن و پروژه‌های پرسود پولساز دیگر اشتیاق خود برای بلیدن و به تاراج بردن ثروت طبیعی افغانستان را نشان می‌دهند. این رویکرد درباره سایر بازیگران منطقه‌ای هم با شدت کمتری وجود دارد و این نشان می‌دهد که این کشورها در حال حاضر به تعامل موقتی و کشدار مزیر خود با طالبان ادامه می‌دهند تا منافع کوتاه‌مدتشان را تأمین کنند. اما در این حال با نگرانی نسبت به رشد تروریسم افراط‌گرایی و صدور اندیشه‌ها و ایدئولوژی‌شان از افغانستان به منطقه نگاه می‌کنند. نشست اخیر کابل اما یک بار دیگر این واقعیت را مورد تاکید قرار داد که طالبان به طرز فرصت طلبانه‌ای به این نشست‌ها نگاه می‌کنند و هدف آنها کسب اعتبار و مشروعیت است، نه پایه‌ریزی یک رابطه مستحکم، پایدار و مبتنی بر تعهدات خدشه‌ناپذیر در حوزه‌های گوناگون به ویژه امنیت و ثبات در افغانستان و منطقه. بنابراین چهار کشور یاد شده یعنی روسیه، چین، ایران و پاکستان در نشست منطقه‌ای اخیر کابل باید به این نتیجه رسیده باشند که طالبان مایل به درک نگرانی‌های آنان درباره امنیت و ثبات نیستند و رشد تروریسم را تهدید برای امنیت ملی کشورهای همسایه و منطقه نمی‌دانند. این رویکرد می‌تواند بر دامنه و عمق نگرانی کشورهای یاد شده بیفزاید، اگرچه انتظار نمی‌رود که در کوتاه‌مدت تأثیر ملموس بر رویکرد تعاملی و سازشکارانه آنها با دولت طالبان بگذارد. تشکر که تا این دم با ما بودید. شب و روزتان خوش. خدا نگهدارتان.